دلم میخواد درباره قصاص با شما حرف بزنم. الان سال هاست که حتی فعالین سیاسی رو به بهانه قصاص اعدام میکنن، برای اینکه بیان آدمای جمهوری اسلامی بیان خارج کشور و بگن دولت در این زمینه کاری نداشته، این یک شاکی خصوصی داشته، نوید افکاری ما رو به بهانه قصاص اعدام کنن، محمد قبادلو هم همینطور، محسن شکاری هم همینطور، عزیزان دیگرمون هم همینطور، از مصطفی صالحی بگیر، زانیار و لقمان مرادی بگیر، رامین حسین پناهی بگیر، اون چند نفر به بهانه قصاص. و قصاص معنیش چیه؟ به همکاراتون بگین در اینجا در اروپا قصاص یعنی چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و هر عضوی از بدن در مقابل عضو دیگر. این قانون 6000 سال پیش درست شده و ما الان در قرن 21 در کشورمون قانونی که مربوط به 6000 سال پیشه دارن اجراش میکنن و به اون بهانه دارن فعالین سیاسی ما رو، جوانان آزادی خواه ما رو اعدام میکنن. باید با همه هموطنامون روشن کنیم این مسئله رو که مسئله قصاص اصلا برای جمهوری اسلامی از دین بر نیامده، بلکه ابزار جدید سرکوب است برای اینکه بتونه توی نهادهای بین المللی بگه که من کاری نیستم، برای اینکه بگه مجید رضا رهنورد آدم کشته بود، محسن شکاری آدم کشته بود، کیان حسینی آدم کشته بود، در حالی که ما میدونیم اینها فعالین آزادی خواه ما بودن. لطفاً لطفاً با همکارانتون، با همسایه هاتون، با دوستاتون در دوره هایی که دارین، با آلمانیا، با انگلیسیا، با هر کسی که ارتباط دارین در این باره صحبت کنین، توی سوشیال مدیاهاتون بنویسید، حتی اگر یک جمله شده درباره اعدام در ایران بنویسید. ما میتونیم مثل تمام ملت‌هایی که در اروپا اعدام رو پایان دادن، ما هم میتونیم اولین کشور در خاورمیانه باشیم که اعدام رو به طور کامل از بین ببریم. زنده باد زن، زندگی، آزادی. امروز 2 مارس 2024 اینجا آلت اوپا مرکز شهر فرانکفورت، شنبه های اعتراضی فرانکفورت. زن، زندگی، آزادی، نه به اعدام.